در حالی که در ورزش همگانی حفظ و ارتقای سلامتی مهمه، در ورزش قهرمانی کسب موفقیت و رکورد شکنی از اهمیت بالایی برخورداره. گاهی کسب یک مدال یا سهمیه بیشتر و گاهی هم شکستن یک رکورد با 0.1 ثانیه کمتر شما رو به یه ستاره تبدیل میکنه. حالا با یه حساب سرانگشتی خیلی راحت میشه محاسبه کرد که از آغاز دولت 11 تا به امروز چقدر در زمینه کسب مدال در بازی‌های المپیک و پارالمپیک، آسیایی و پاراآسیایی پیشرفت داشتیم. یعنی همه زمینه‌ها برای ستاره شدن ورزشکاران کشورمون مهیا شد. در خصوص کسب سهمیه حضور در رقابت‌های بزرگ هم کافیه یه نگاه به کسب 123 سهمیه حضور در بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2020 توکیو بندازید. به همه این موفقیت‌ها بایستی کسب بهترین نتیجه در مدال‌آوری بازی‌های آسیایی در مسابقات 2018 جاکارتا، یعنی 62 مدال در آسیایی و 136 مدال در پاراآسیایی رو هم اضافه کرد. کسب 57 مدال در بازی‌های آسیایی و 120 مدال در بازی‌های پاراآسیایی اینچئون 2014، کسب 15 مدال در المپیک جوانان، 32 مدال در مسابقات المپیک و پارالمپیک ریو و برگزاری 2 دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با حضور بیش از 37 هزار ورزشکار و مدال‌های رنگارنگ و پرتعداد در رقابت‌های قهرمانی آسیا و جهان در رشته‌های مختلف ورزشی از دیگر دستاوردهایی که نصیب ورزشکاران عزیز کشورمون در دولت‌های 11 و 12 شد. ورزش قهرمانی به معنای واقعی عرصه تجسم تدبیر و امید در 8 سال گذشته بود. شیرینی این همه موفقیت گوارای وجود شما مردم عزیز و گرامی ایران بزرگ.